رضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتوی کانادا با ماست. آقای نامور حقیقی، بسیاری از شکاف عمیق بین مردم ایران و حاکمیت در پی 3 روز پنهانکاری و دروغگویی مقام ها صحبت می کنند. آیا راه برگشتی می بینید برای حاکمیت بعد از این حادثه؟ با سلام خدمت شما و بینندگان و عرض تسلیت به حضور خانواده‌های جانباختگان در حادثه سقوط هواپیمای اوکراین و مراسم تشییع جنازه در کرمان. ببینید، شکافی که ایجاد شده خب محصول 40 سال سیاست گذاری است، یک رابطه عمودی بوده. این شکاف ها در حوزه های مدیریتی، اطلاعاتی، اقتصادی و در حوزه سیاست خارجی بوده. همه این نوع سیاست گذاری ها برای اینکه نتونسته یک چارچوب مناسبی رو با توجه به پتانسیل هایی که انقلاب آزاد کرد و همچنین نیازهایی که جامعه ایران داشته و منافع ملی ایران تنظیم کنه، باعث شده که خب یک نیروی عظیم انسانی از ایران خارج بشه. نیروی مدیریتی که هست فاصله جدی داره با واقعیت های جامعه، در توان مدیریتیش نیست. شما نگاه کنید همین حادثه هواپیما که نشون داد که به هر حال یا ضعف مدیریتی بوده، ناهماهنگی در عدم اطلاع رسانی میان بلوک نظامی و قوای مجریه در واحد فرودگاه ها، و یا حتی اگر هک شدن، هر چیزی که نگاه کنید که مطرح بشه به هر حال ضعف مدیریتی و ضعف کارآمدی است و اینکه سیستم در مهمترین موضوعات توان اداره نداره. حالا اگر فرض کنید این رو شما برگردید حتی توی کرمان که اصلا موضوع امنیتی نبوده، 80 نفر کشته شدن و حتی برای اینا مراسم بزرگداشت نگرفته، حتی تصویرای اینا رو ما نداریم چون تو صدا هم ندارن، تو رسانه‌ها مطرح نمیشه. بنابراین این ضعف کارآمدی در حوزه‌های مختلف خودش رو بروز داده و روز به روز این شکاف افزایش پیدا کرده. در این حال از جنبه فرهنگی هم به خاطر اینکه سیستم یک ارزش‌هایی رو تزریق می‌کنه که جامعه به طور جدی فاصله گرفته از اونها و این تفاوت سبک زندگی و ارزش‌ها میان ارزش‌های حاکمیت و واقعی و جامعه و همچنین فساد ساختاری که به خاطر دولت نفتی شکل گرفته، چون دولت نیاز نداشته به منابع مالی جامعه و بیشتر از منابع نفتی یک فساد ساختاری رو شکل داده، همه اینها این شکاف رو ایجاد کرده. حالا در چنین فضایی به کارگیری رابطه ترس که ایجاد بشه، چون حکومت‌ها 3 مبنای رابطه دارن: منفعت، اقناع و در حقیقت ترس. جمهوری اسلامی عمدتا از اوایل انقلاب خب مسئله اقناع بود به خاطر اینکه پیروزی انقلاب بود، اعتقادات مردم بود، ولی الان بیشتر رابطه بر مبنای ترس هست و این رابطه ترس و زور طبیعتا خشم ایجاد میکنه، خشمی که فی المثل فرض کنید دانشجویان دانشگاه شریف دارن، چون همه خودشون رو تو اون هواپیما تصور میکنه، مثل دانشجویان دانشگاه شریف که تو هواپیما کشته شدن. در اینچه این شکاف داره افزایش پیدا میکنه، راه برگشتش این است که تغییر راهبردی جمهوری اسلامی. اصلا قابل برگشت میبینید این راه، آقای نامرئی؟ ببینید، در موقعیت های این چنینی بستگی به شرایط داره، شرایط محیط سیاسی داره. اگر با شرایط فعلی قابل برگشته؟ ببینید، اگر آلترناتیوی وجود داشته باشه که بتونه نارضایتی رو بسیج کنه، سازماندهی بکنه و سیستم رو در مقابل یک راه حلی قرار بده، خب طبیعتا اون موقع اگر زور آلترناتیو چه در خیابان چه در بسیج اجتماعی و حمایت بین‌المللی قوی تر باشه، سیستم وقت دو راه داره: یا خشونت به کار ببره، وارد درگیری همه جانبه بشه، یا مصالحه کنه. الان ما آلترناتیوی که بتونه این نارضایتی رو سازماندهی بکنه و بذاره جلو سیستم نداریم. مشکل الان کار این هست. یعنی فکر میکنید که این خشم و این اعتراض بعد از چند روز دوباره فروکش میکنه و همه چیز به روال گذشته ادامه خواهد یافت؟ نه، خشم فروکش نمیکنه، خشم باقی میمونه، چون اگر شما راه حل براش پیدا نکنید، خشم میمونه، هر زمینه که پیدا کنه خودش رو بروز میده. این همیشه در همه جوامع اینجوری است. این خشم، این چون هم حوزه اجتماعی، سیاسی، مذهبی، حس فریب خوردگی، همه اینا یه مجموعه است. هر کدوم از گروه های اجتماعی، چه پا
پایگاه های اجتماعی که حتی طرفدار نظام بودن یا مخالفین نظام، همه اینها یک گونه دچار خشمن از زاویه های متفاوت. بنابراین سیستم باید دو تا راه داره، یا باید در حوزه داخلی تغییر راه برد یا در حوزه خارجی. به نظر میرسه در حوزه داخلی فعلا علائمی نمیبینیم که سیستم بخواد تغییر راهبرد بشه. رد صلاحیت نمایندگان مجلس، کاندیدای مجلس نمونه همینه که به نظر میرسه در حوزه داخلی سیستم امتیازی نمیخواد بده. امتیاز دادن در حوزه داخلی این هست که فضای مدیریتی باز بشه برای نیروهای غیر حزب اللهی، نیروهای کارآمد که میتونن مملکت اداره کنن، اونها بیان تو. در حوزه تصمیم گیری مثل نهادهای قانونگذاری و به مجری ریاست جمهوری فضا بازتر بشه که اونم به نظر میرسه نمیخوان امتیاز بدن. و همچنین منابع اقتصادی. یعنی اساسا آقای ناورقی فکر میکنید که حکومت هیچ نگرانی داره از نبود این پایگاه اجتماعی دیگه، یا اساسا پذیرفته این واقعیت رو که داره بر مردمی حکومت میکنه، یا دست کم بخشی از مردمی حکومت میکنه که قبولش ندارند و نمیخوانش؟ ببینید اینا تحلیلشون از اول، جمهوری اسلامی تحلیلش از اول این بود که دو تا عنصر کلیدی است در تغییر نظام. یکی این که خیابان به تسخیر، عنصر خیابان و عنصر آلترناتیو. اگر این دو تا عنصری بوده که به هر حال با همین روش هم جمهوری اسلامی پیروز شده. بنابراین اگر خیابان به تسخیر مخالفین در بیاد، اگه نتونن اون آلترناتیو وجود نداشته باشه، خیابان رو میشه کنترل کرد. خیابان رو حالا با یه روش نرم یا روش خشونت میشه در مجموع کنترل و هدایتش کرد. این یه روشه، یک تئوریه. مهمترین مسئله برای جمهوری اسلامی اینه که هیچ آلترناتیوی که بتونه موقعیت رو این خیابان رو تبدیل به یه تغییر در ساختار سیاسی کنه شکل نگیره. بنابراین در این زمینه به شدت حساسند و هیچ مصالحه انجام نخواهند داد. حتی اگر فکر کنن، فرض کن آقای موسوی که به هر حال هیچ وقت تصور تغییر کلی نظام نداشته، چون احساس کردن که پتانسیل بسیج خیابان داره و میتونه خواسته هایی رو مطرح کنه و به عنوان آلترناتیو مطرح بشه، باش برخورد کردن. یا حتی آقای خاتمی. بنابراین تمام امکانات آلترناتیو رو کسانی که پتانسیل آلترناتیو سازی دارن میتونن سازماندهی کنن، یا حتی میتونن افراد جذب کنن، سعی میکنن به صفر برسونن. در چنین موقعیتی سیستما به چند وضعیت منجر میشه. اگه این خشم ادامه پیدا کنه و سیستم هم ناتوان باشه به رسیدگی به وضعیت مردم، یا میره منجر به درگیری خیلی شدید میشه، اون موقع ممکنه یک نیروی نظامی بیاد سر کار، مثل مدلایی که در کشورهای آمریکای لاتین دیدیم یا در آفریقا میبینیم، یا ممکنه به فروپاشی منجر بشه، مدلی که در اتحاد شوروی ایجاد شد، یا در حالتی که بخشی از بلوک قدرت حاضر بشه همراهی کنه، بخش از بلوک نظامی قدرت حاضر همراهی کنه با خواستای مردم، میتونه وقت مصالحه صورت بگیره با حوزه اجتماعی. که خب اون باید ببینیم در چنین شرایطی به نظر نمیرسه چنین وضعیتی باشه. بنابراین اگر سیستم بخواد تغییراتی بده که کمک کنه به این که فضا آروم‌تر بشه، ممکنه بره به سمت یا مصالحه خارجی یا درگیری خارجی. این دوتا عنصری است که میتونه فضا رو تغییر بده. مصالحه خارجی به نظر میرسه که از طریق نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، برای اولین بار به طور کتبی و به طور رسمی آمریکا تقاضای مذاکرات بدون شرط کرده. باید دید که اینا به این پاسخ میدن یا نمیدن. این یه راهی است که میتونه تنش‌ها رو کم کنه. وگرنه در حالت این مسیری که آلترناتیو نباشه، به مسائل مردم پاسخ داده نشه، میره به سمت خشونت و میره به سمت اینی که سیستم با دست آهنین برخورد کنه و این تظاهرات هم قطعا به پایان نمیگیره، ادامه پیدا میکنه و هر موضوعی خودشون نشون خواهد. متشکرم. علیرضا ناور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی.